قضیه تلاش تجاوز یک دختر توجه زیادی را به دادگاه آقساقالان در قرقیزستان روانه کرد. آقساقالان در اینجا امر دادند خانواده نورلان مرد متهم به تجاوز از دهر رانده شود. من نمیگویم که به نورلان رحم کنند، به کودکان من رحم کنند، آخر خودشون هم کودک دارند. متهم به تلاش تجاوز در بازداشت است و تفتیش ادامه دارد، ولی دادگاه آقساقالان حکم خیش را صادر کرده است. به مردم وقت لازم است که ببخشند. حالا طلب دارند که آیله دهه را ترک کنند. این قرار سخت آقساقالان است. قرارشان دیگر قبول شد. هر یک دهه قانون نانوشته خود را دارد. من نمیگم این قرار درست هست یا نه، اما آن را اجرا میکنم. در قرقیزستان سال 2002 به دادگاه آقساقالان اجازه رسمی دادند و آن از 50 شخصی معتبر دهه تشکیل می‌یابد. دادگاه های آقساقالان همزمان با نظام دادگاهی معمولی عمل می‌کنند و سالهای اخیر فعال‌تر شدند. سال 2015 10,000 پرونده و سال 2018 65,000 پرونده را بررسی کردند. پرونده تجاوز این نگرانی ها را برانگیخت که دادگاه های آقساقالان از صلاحیت هایشان فراتر می روند، زیرا بر اساس قانون حق دارند فقط در تقسیم مالکیت و جنجال های آیلوی دخالت کنند. تحقیقات گوناگون نشان دادند که زورآوری به زن در قرقیزستان زیاد شده است. در این حادثه جبر دیده دختری 16 ساله است که او را برای معالجه زخم ها و کمک روانی به شفاخانه بردند. معاون وکالتدار حقوق انسان در قرقیزستان گفته است مردم دهه از کار مقامات انتظامی ناراضی بودند، ولی آقساقالان هم حق دخالت به این پرونده را نداشتند.